بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه است، 9 نوامبر، یک روز پس از انتخابات در آمریکا. نمیشه گفت انتخابات ریاست جمهوری، چون انتخابات محلی و به اصطلاح چیزهای دیگه هم بود، ولی مهمترینش همون رئیس جمهور بود که آقای ترامپ انتخاب شد. و جالب اینه که حالا ترامپ نمیگه که این به اصطلاح انتخابات دستکاری شده بود یا تقلبی بود، چون خودش برنده شده. ولی خانم هیلری کلینتون دیشب، چون تا 2-3 بعد از شب طول کشید تا این نتایج آرا معلوم بشه، و میدونید که اینها هر دوشون جشن میگیرن که چه ببرن چه ببازن، از اونایی که کمکشون کردن تا اونجا رسیدن تشکر کنن. در صورت فقط تلفنی زده بوده به آقای ترامپ و تبریک بهش گفته بوده، ولی امروز آمد و یه مقداری صحبت کرد و خب معلومه دیگه حال خوبی نداشت. کسی که 69 سال عمر کرده خانم هیلری کلینتون، و از موقعی که 17 سالش بوده، یعنی 50 سال و 52 سال این خانم داره کارهای سیاسی انجام میده. حالا هم گفت که به ترامپ گفتم که امیدوارم بتونم برای شما هم کار کنم. در هر صورت یه چیزی مهم هست. اولا من خیلی خوشحالم که ترامپ انتخاب شد. حتما شما میگی ای بابا زوربی طرفدار ترامپ بودی و ما نمیدونستیم. نه، طرفدارانی که ترامپ دارن یا داره اکثریتشون جاهل و نادان و احساساتی هستن، و اینا گفته بودن که اگه این انتخاب نشه ما فلان میکنیم و بیسار میکنیم و خدا میدونه چه به سر این مردم میامد. همین بهتر که این انتخاب شد، حالا بیاد ببینیم 4 سال چه کار میکنه. بعد دوم این که $500 من برنده شدم. یکی از دوستان خوب ما ماها پیش گفته بود که آقای سوربی اگر ترامپ برنده بشه من $500 به تلویزیون مردم میدم. امیدواریم که این دوستمون صدای ما رو بشنوه و $500 رو حواله کنه بفرسه بیاد. این هم از این ماجرا. خدمتون گفتم که امروز 9 نوامبر سال 2016 است، برابر با 19 آبان ماه 1395، و دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا، و میدونید تاریخ آمریکا 240 سال از جمهوری شدنش میگذره و 44 تا رئیس جمهور داشته تا حالا، که 44مش همین آقای اوباما بوده، 45مش میشه آقای دونالد ترامپ. و همه تعجب کردن که تمام اون نظرخواهی هایی که گرفته بودن و چیز، به اصطلاح میگفت که هیلری کلینتون برنده است، ولی به نظر میرسه که تکنیکی که استفاده کرده بوده به قول آقای دکتر حسن ماسالی، استراتژی و تاکتیک خوب بوده و تونسته بود جایی که حتی فکر نمی کردن که ریپابلیکن ها به اصطلاح برنده بشن برنده شدن، و نتیجه این شد که آقای دونالد ترامپ با سلام و صلوات 20 یا 21 ژانویه میاد سوگند یاد میکنه، اونم حالا دستی که معلومه کجاها بوده این چند مدت گذشته، همش در مورد به اصطلاح تجاوز یا تعارض به اصطلاح جنسی صحبت از شده بود، اون دست رو میذاره روی کتاب انجیل و با دست دیگه اینجوری قسم میخوره که از قانون اساسی به اصطلاح مواظبت کنه و اجراش کنه. ببینیم و تعریف کنیم. کشورهای آلمان، انگلستان، کشورهای دیگه که تا قبلش میگفتن این یک به اصطلاح فاجعه هست اگر بشه، حالا که شده باید قبول کنن. و همونجوری که خدمتون گفتم آقای اوباما سخنرانی خیلی قشنگی داشت، آمد بهش تبریک گفت، بعد گفت که همونجوری که من با جورج بوش اختلافای زیادی داشتم، ولی جورج بوش وقتی رفتم اونجا توی وایت هاوس از من پذیرایی کرد و به من راهنمایی کرد و اینها، شما هم پنج شنبه فردا
بیا توی کاخ سفید تا من کلید اتاقا رو بهت بدم و بگم که انباری کجاست، نمیدونم کپسول گاز کجاست و الی آخر. جالب اینه که این 2 روز آخر افرادی که مسئول کمپین یا این به اصطلاح تبلیغات انتخاباتی بودن، تلفن آقای ترامپ یا اکانت توییترشو ازش گرفته بودن که این دسترسی پیدا نکنه، ساعت 3 بعد از شب بشینه به این اون فحش بده و فحاشی کنه. و حتی روزهای آخر اینایی که برای خانم هیلری کلینتون تبلیغ میکردن، میگفتن کسی که مسئولین حساب توییتر رو ازش بگیره، شما چجوری میخواین مملکتتون رو بدین دست این؟ چجوری میخواین کد یا رمز بمبای اتم رو بدید دست این؟ نشون میده که مردم انقدر عصبانی هستن که مهم نیست. این یاد کی میفتیم؟ یاد 1357، وقتی که به مردم نرسن، کم 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 مردم عصبانی بشن، بله ممکنه تصمیم های غلطی هم بگیرن. این هم از این ماجرا. بهتون تبریک میگم، اونایی که طرفدار آقای ترامپ بودید برنده شدید، بهتون تسلیت مضاعف میگم. اونایی که طرفدار خانم هیلری کلینتون بودید، چرا مضاعف؟ چون یه عده از این بنده خداها طرفدار برنی ساندرز بودن. بعد آقای برنی ساندرز آمد گفت که برید به طرف هیلری کلینتون، یه بار اون موقع باختن، یه بارم الان باختن، این میشه مضاعف. در صورت بنده خیلی خوشحالم که در این رأی گیری شرکت نکردم، چون بالاخره بعد از 30 سال موندن در این آمریکا باور دارم که این رأی گیری ها همش نمایشی بیش نیست. اگر شما مخالف باور من باور دارید، بیان مهمان ما باشید و صحبت کنید. این هم از این بار ماجرا. و اما share on your own timeline، اجازه بدید ما اینجا هم بنویسیم. یه دوستی امروز آمده روی فیسبوک سلام و احوال پرسی و آقا شما برنامه داری؟ میگم بله، من فکر کردم شما از برنامه های منو میشناسی. نه، کدوم ماهواره هستی؟ گفتم قربان ما پول ماهواره نداریم. ما الان 13 ساله، از سال 2003 تا امروز اینجا نشستیم با دوستان خودمون، همین 7 نفری که هستیم، صحبت میکنیم و به نظر میرسه که شما بالاخره ما رو دیدید که آمدید اینجا. میگی که روی تلگرام برو. میگم روی تلگرام هستی؟ میگم هستم ولی نگاه نمیکنم خیلی، من دیگه وقت نمی کنم تلگرام و فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و توییتر و این و این و این و این و این، پیریم بابا، وقت نداریم، اینجا باید عمری کار کنیم تا امورمون بگذره. بعد شروع کرده فحاشی. حالا نمیخوام بگم مال کجای ایران بود که این ضرب المثل‌های مختلفی که هست. من بهش گفتم که شما سن پسر من رو داری، شما اگه من فحشم بدی من ازت تشکر میکنم، برو، امیدوارم یه روزی، دیگه نگفتم یه روزی آدم بشی، گفتم امیدوارم یه روزی بفهمی، روزی که خواستی عذرخواهی کنی من همینجا هستم، تشریف بیار. اینم از و خیلی عجیبه. آقا خانم، اگه یه کسی رو یه جایی شما میبینید که با ایمیل باهاش تماس گرفتید، با فیسبوک، با تلفن، اگه ازش پرسیدید اون میگه آقا من راحت نیستم، با تلفن، با ایمیل دیگه باش تماس بگیرید، دیگه زور نگید. ولی ای کاش این زور گفتن ما از بین میرفت تا راحت زندگی میکرد. امروز ساعت 3 بعد از ظهر طبق معمول هفتگی با آقای یزدان خداوندلو هستیم. بالاخره اینجا هم ساعت 1 ساعت رفته عقب، یعنی حقیقتا الان ساعت حقیقی است، و با ساعت ما ساعت 3 بعد از ظهر با ساعت آقای یزدان خداوندلو که در آلمان هستند 9 شب با ایشون هستیم. و ایشون ببینم در رابطه با آینده ایران گویا یه جایی دعوت شدن، میخوان صحبت کنن، ولی میدونید که ایشون آسیب شناس هستن، سالها در قسمت لابراتوارهای آسیب شناسی پزشکی و اینها کار کردن. حالا که بازنشست شدن، از این تخصص آسیب شناسیشون در رابطه با آسیب شناسی اجتماعی استفاده میکنه. آسیب شناسی
اپوزیسیون ایران امروز مورد بحث قرار میگیره و یا اینکه بحث میزگردی که ایشون دعوت شده بره کانادا و در صورت منتظر باشین خودشون میان صحبت میکنن و میگن که اونها هدفشون چیه، اونها چه چیزایی رو به اصطلاح نمیگن به مردم و الی آخر. این هم دونالد ترامپ فعلا بره دنبال وزیر و وزرا. و یه مصاحبه رو دیدم، این آقای جان پیلگر یا جان پیلجر بعضیا میگن، پیرمردی هست فکر کنم یا انگلیسیه یا ایرلندیه، اینها چند روز پیش هم با آقای آسانج مصاحبه کرد توی سفارت اکوادور. اگر بتونید اسمش رو، جان که خیلی ساده است، JOHN پیلگر PILGER، اون رو هم تایپ کنید، من مصاحبهاش رو توی آرتی میبینم. آرتی بعض وقتا فکر میکنم دوستان میگن راشن تیوی، راشا تودی هست اسم این پروگرام یا اسم این تلویزیون استیشن. اینها خیلی جالب گفت، گفت که ناراحت نباشید که ترامپ انتخاب شده، کشور آمریکا به وسیله رئیس جمهور اداره نمیشه، کشور آمریکا به وسیله یک دستگاه امنیتی بسیار قوی اداره میشه، که برمیگردیم به اون کانسپیرسی یا دسیسه که میگن 300 نفر هستن اینها. البته ایشون یه جورای دیگه صحبت کرد و خوب و عالی، اگه خواستید برید به اصطلاح بشنوید، اگر نه مایل باشید میتونید یک هزینه کمی پرداخت کنید، تلویزیون مردم اینو هم پیدا میکنه، هم ضبطش میکنه رو سیستم، هم برای دیگران هم نشون میده. خب ببینیم که صدای ما در فیسبوک چگونه است. ما اون روز گفتم روز یک شنبه مزاحم دوستان شدیم به دلیل اینکه فیسبوک یه دفعه سیستمش رو برداشت عوض کرد و ما هم مجبور شدیم بگردیم یه برنامه دیگه، یه دستگاه دیگه، حتی رفتیم یه 206 دلار یه کامپیوتر خریدیم آوردیم گذاشتیم اینجا، خیلی هم اینجا رو شروع کرد و اینها، بعد دیدیم نشد ولش کردیم. حالا امروز با همون سیستم اولی هستیم ولی به اصطلاح اون طول و عرضش رو عوض کردیم. اگه یک کمی هم کجه برای اینه که ما میخوایم تصویر فیسبوک به اون خوبی نباشه که تصویرش توی مردم تیوی هست و توی یوتیوب. دلیلش هم اینه که این فیسبوک رو فقط گذاشتیم این 4-5 نفری که فعلا نمیتونن برنامه زنده رو از روی تلویزیون مردم ببینن، بیان اینجا ببینن، بعد ما ورش میداریم، اصلا اینو ور میداریم، اون به اصطلاح بایگانی خودمون رو از یوتیوب اونجا میذاریم. و اما اندی، اجازه بدیدم براتون پلیر 5 رو روشن کنم، اندی این خواننده خوب، این هنرمندی که برنامه هاش گرم با شادی و رقص و اینها همراه هست، برای ایام، برای روز یا شب به اصطلاح تانکسگیوینگ، شکرگزاری که پنجشنبه است، معمولا اون موقع همه دور هم جمع هستن، ولی یک شب قبلش تعطیل که میشن میرن بیرون. اینجا در آمریکا ایشون در هتل ایرواین برنامه دارن و آگهیش رو هم در صفحه تلویزیون مردم میبینید. اجازه بدیم بهتون نشون بدم، صدای این رو ببندم که صدای تلویزیون مردم نیاد وقتی شروع میکنه. اگر به اصطلاح چیز بیشتری میخواین میتونید اینجا، همین الان داره اندی رو نشون میده کامرای دو، ببینید، ولی به غیر از این اون بالا هم بله الان برگشت من رو نشون میده و باز هم این اندی این بالاست. تبلیغ اندی رو ما 3 برابر گذاشتیم، چون اون دوستمون آقا رضا دیدیم، نمیدونم والا اصلا چیزایی که گفته بود عاشق آهنگ عربی بوده چی بوده و اینها، در صورت ما گفتیم خب حالا که اینجوره بذار ما یک کمی هم، چون فرصت این چیزا کم بوده، به آقای اندی به قول دوستان حالی بدیم و بیشتر بهش نشون بدیم. بله میبینید اینجا همین اولی که صفحه مردم تیوی رو باز میکنید، ببینید با
چی میاد؟ با اندی شروع میشه، یک اندی، دو اندی، سه اندی، و میبرتتون توی صفحه فیسبوک، توی صفحه وبسایتش، توی یا اولیش رو اگه بزنید میبرتتون به همین پوستری که من اینجا نشون میدم، و اون کسی که بخواد بلده دیگه، توی گوگل پیداش میکنه. خیلی خوشحالم که دیروز ما تونستیم تماسی بگیریم با آقای حسن خزائی و ایشون سیستم کامپیوترش که خراب شده بود درست شده، حالا ایمیلش و اینها هم راه بیفته، ولی فکر کنم ایشون هم جزو یکی از اونایی باشه که حالا از باختن هیلری کلینتون ناراحت شده باشه و شاید امروز داره استراحت میکنه اگه تا دو و سه برگرچه اون وقتا کالیفرنیا بود، الان فلوریداه. میخواستم بگم گرچه اگر کالیفرنیا بوده، میدونید دیگه از ساعت 10:11 کالیفرنیا گفت دیگه معلوم شده که برنده کی هست، حتی هاوایی و آلاسکا هم مثل که خیلی کاری نداره. یه دوستی به نام بهرام از من پرسیده بود که شما اسکایپ داری، میشه با هم صحبت کنی؟ گفتم آقا ما همه چی داریم، ولی برای چی من و شما با هم صحبت کنیم؟ شما میخواین درباره برنامه من بیاین خصوصی صحبت کنید؟ من حرف خصوصی با کسی ندارم. میخواین درباره برنامه من عمومی صحبت کنید، مهمان برنامه باشید، بیاین صحبت کنید. میخواین مثل آقای یزدان خداوندلو درباره یه موضوعی صحبت کنید، برنامه خودتون رو بگیرید، بیاین برنامه بذارید. میخواین مثل آقای دکتر افشارها برنامه خودتون رو داشته باشید، همونجور. من نمیدونم یه چیزی به این سادگی چرا ما ایرانی ها اینجوری هستیم. کدام یک از من و شما به یک تلویزیون آمریکایی، به یک تلویزیون اروپایی تماس میگیریم آقای مجری اسکایپتو بده من میخوام باهات حرف بزنم؟ خب اون چیزی که گذاشتن روی صفحه، ایمیل، شماره تلفن، فیسبوک اینفورمیشن، اینا هست، تماس میگیرن. این قسمتش من حتی اگر بتونم همونجوری که کامنت یوتیوب رو به اصطلاح محدود کردیم، کامنت های فیسبوک رو هم محدود میکنم که آقا این یه تلویزیونه داره نظرشو میگه، شما دوست داری گوش کن، دوست نداری گوش نکن. بعد این آقا میگه مثل آقای شمیرانی، نه این آقا، آقای اولی، مثل آقای شمیرانی شما هم بیا تلگرام. میگم آقا آقای شمیرانی ببخشید اینو میگم، از کون حقا خورد تا بلکه یه کاری بشه نشد، از کون آقای مهدی وطنخواه خورد تا یه کاری بشه نشد، از کون آقای رضا پهلوی خورد تا یه کاری بشه نشد. حالا که دستش از همه جا بریده، آمده سراغ شما بدبختای اسیر در ایران در تلگرام. من احتیاجی ندارم بیام اونجا، هستم، احتیاجی ندارم. داریوش دوستمون که تو آلمان تو رادیو بوده و خودش برنامه داشته و هنرمندی هست، گفت بیا. گفتم آقا من نمیرسم. آقا شما اگه یه روزی به من بگی بیا مهمونی، بگم من نمیرسم بیا مهمونی، من یه جای دیگه از قبلش دارم یا کار میکنم یا دعوت شدم، این خوبه؟ یا بهتون بگم میام نیام، یا بهتون بگم میام براتونم نوشابه میارم نیارم. و اما درباره نوشابه، یه دوستی هفته پیش آمد منزل ما و گفت آبجو داری؟ گفتم معمولا من همیشه آبجو دارم، حالا اگه خودم هم یه روزی نخورم بالاخره آبجو هست. گفت که چه نوع داری؟ گفتم این نوعش. گفت نه آقا این که خیلی چیز خوب نیست و فلان اینها. گفتم ببین شما وقتی میری یه جایی میپرسی چی داری، میگن این، دو تا انتخاب داری، یا بخوری و بنوشی یا نخوری و ننوشی. دیگه نمیخواد حالا همون موقع اینو عوض کنی که این بره آبجویی رو که شما دوست داری بخوره، بعدم بنوشه، بعدم بخره بذاره که شما اگه 4 سال دیگه اومدی اونجا هر جا میخوای بری آب آبجو تو با خودت ببر. اصلا آبجو و مشروب با خودتون بردن درد سر میزبان رو هم کم میکنید، خطر به اصطلاح گرفتار شدن و چیزهای قانونی و اینها رو هم کم میکنید. اصلا تو آمریکا یه چیزی هست بهش میگن bring your own booze، یعنی مشروب خودت رو خودت بیار. ولی ما کی میخوام یاد بگیریم نمیدونم. بذارید من یه چیزی بذارم زیر این دوربینه، یه کمی کجه. گفت چرا کجه؟ گفت مال کرجه. گرچه این ورش رو صاف میکنیم اون ورش. ببینید که این دوربین ما به اصطلاح تمپراریه یا موقته،
مثل اون دوربینمون روی سپایو و نمیدونم دستگاه نصب نشده. من الان اینجوری دست که میزنم ببینید تصویر من میتونم عقب جلو بشه، عوض بشه، و همینجوری رو میز گذاشتیم تا یه روزی یک پول به اصطلاح کلانی به دستمون برسه. انشالله همین دوستمون 500 دلاری که بده یه مقدار خرج این چیزا میکنه. خب نوامبر 23 گفتم با آقای اندی هستیم، کنسرت اندی. حقیقتش امروز منم یه مقداری خسته هستم چون انتخابات دیروز، با وجودی که من میگم فرقی نداره، ولی خود به خود آدم میشینه بگه چیه. اولا که اینا از صبح هم گفتن 25% شمرده شد این جلوه، 27% جلوده شد حالا این جلوه، هنوز معلوم نیست. آخر شب میگفتن این میشه ولی هنوز معلوم نیست، اون میشه هنوز معلوم نیست. با این اشکالایی هم که توی این به اصطلاح ماجراهای پول یا نظرخواهی ها بوده، بهتره اینا درش ببندن. با این اشکالایی که سال 2000 مخصوصا سی ان ان و تلویزیون های دیگه به وجود آوردن در اعلام کردن اینکه الگور برنده شده، بعد گفتن نه آقا جورج بوش برنده شده، بعد گفتن نه آقا باید برن دادگاه ببینن کی برنده شده، بهتره آقا اصلا اون روز هم جشن نگیرن. انتخابات سه‌شنبه است، جشنشو بذارید شنبه، هر کی برنده شد جشن بگیره، تلویزیون هم برنامه خودشو بذاره، مردم فردا نتیجهش. خلاصه تا 2-3 صبح همینجوری بیدار بودیم از این کانال به اون کانال، و دیگه از 11 و اینها معلوم شده بود که آقای ترامپ برنده است، چون توی ایالتایی که فکر نمی‌کردن مثلا فلوریدا نمیدونم نورد کارولینا اینا همش این جلو افتاده بود. این هم از این ماجرا. خب یه دوستی برای من یک کتابی رو فرستاده، حقیقتش من یه مقداری کانفیوزم، کانفیوز یعنی گیج، برای که ایشون اولا من متوجه نشدم که این کتاب خودشون هست یا کتابی هست که یه نفر دیگه نوشته. کتابه اسمش هست خاطرات سیاسی نوشته ایرج اسکندری به کوشش علی، من نمیدونم این چیه، وسباشیه، دهباشیه، این چیه، این خطای نستعلیه هم که ما می‌نویسیم گاهی وقتا نقطه اون میره تو فلان و اون یکی نمیدونم واب اون میره تو سر اون، ته اون میره تو ته اون، اینجوری میشه. در اصل حالا اینم خیلی نستعلیق نیست، ولی نوشته به کوشش علی وحسیاشی نمیدونم هرچی. ولی من وقتی اون چند صفحه رو که ایشون فرستاده بود خوندم، دیدم که این یه جور داستان به اصطلاح مثل تاریخه. ولی این دوستمون قرار بود یه کتابی رو که خودشون سالها دارن روش کار میکنن برای ما بفرستن، اینه که گیج شدن. بعد دوستان باور کنید من دلم میخواد این قدرت رو داشتم که شما اگه یه کتابی میفرستید 200 صفحه من تو یک ساعت بخونم، فردا بیام با شما کلکل کنم. ولی نیست، اینجا نمیدونید ما چجوری با بدویم برای یه لقمه نون، همش نگران باشیم که خونمونو بانک نبره، ماشینمونو بانک نبره، تو خیابون پلیس نمیدونم تیکتمون نده. حالا پلیس تیکت دادن که هیچی، این روزا دیگه توی آمریکای فعلی نمیدونم کشته نشی، یه دفعه یه نگاه بد به یکی بکنی با یه بیسبال بد با یه چوب بیسبال تو کلت نزنه و الی آخر. در صورت بگید هدفتون چیه، مثلا بگید این صفحه این کتاب، یه صفحه‌ای از اینجا فرستادم در رابطه با اونه، مثلا نوشتن که اولا من این عکسی که فرستادید بذار به دوستان هم نشون بدم، نصفی از یه صفحه است، یعنی 2/3 از یه صفحه است، 3/3 از یه صفحه، نمیدونم منظورتون از اینجا بوده بخونیم یا از اینجا بوده منظورتون این قسمت بخونیم، منظورتون اصلا نخونیم، نمیدونم. شمایی که اینقدر قبلا قشنگ توضیح میدادید، این 2-3 تا ایمیل در رابطه با این کتاب یه مقداری چیز بود به اصطلاح کانفیوزینگ، یعنی گیج کننده بود، یا حداقل برای من. دوستان اب نداره که آدم یه موضوع ساده ای رو نفهمه. مثلا امروز خانم هیلری کلینتون که آمد داشت تشکر میکرد از همه که لطف کردید، کمک کردید، چنین و چنین و اینها، بعد آخرش گفت اونایی هم که مخفیانه کمک کردن از اونها هم ممنونم. بذارید من این چیزها رو بذارم اینجا، اینو تقدیم کنیم به آقای خزائی. این پلیر 5 من روشن کنم، پلیر 6 ببخشید. حالا چرا به آقای خزائی؟ اون روز آقای خزائی
می گفت که شما این چیزی رو که گذاشتید وقتی که ورق میخوره از آخر به اول ما باید بخونیم. گفتم بابا اون قسمت ورق زدن، شما روزنامه معمولی هم که بگیری وقتی ورق میزنی الان چشماتونو ببندی، ما از سمت راست ورق میزنیم دیگه، از سمت راست که ورق میزنی اول خط آخری پیدا میشه. در صورت بعضی از دوستان انقدر به اصطلاح زیرک و نمیدونم تیزبین و اینا هستن که دیگه آدم میترسه یه کاری رو انجام بده، و این رو اینجا بهش میگن ویدیو افکت یا میگن ترانزیشن. ترانزیشن یعنی انتقال از این صفحه که الان آفتاب هست به این یکی که آرمان هست. حالا اینو یا باید بدون هیچ چیزی یه دفعه بپره، جمپ کردن و پریدن تو کار تلویزیون قشنگ نیست، اینه که یا فیدش میکنن یعنی کمرنگش میکنن، یا دورش میکنن یا نزدیکش میکنن. ما امروز اینو گذاشتیم و یک مصاحبه ایرم دیدم از آقای امیر هوشنگ امیر احمدی یا هوشنگ امیر احمدی که توی ایران تازه گفتن که این چه به اصطلاح ضررهایی داشت که این رو قبول نکردن. میدونید که ایشون از آمریکا تقاضا کرده بود که ثبت نام کنه توی چی بهش میگن، به اصطلاح بشه نماینده، بشه رئیس جمهور، و اونها هم ردش کردن. البته توی همین آمریکا و اینا هم برای رئیس جمهوری نمیدونم، ولی برای نماینده مجلس شدن اینا یه قوانینی داره، مثلا میگه 6 ماه شما باید توی اون منطقه باشی یا یه چیزی مثل این. بذارید ما این رو هم بذاریم اینجا بغلمون، و این رو ما امروز به خاطر آقای حسن خزائی اینجوری درست کردیم و فعلا ببینیم که چی میگن، مورد پسند قرار میگیری یا نه. ولی ببینید برای همین 50 تا عکس، عکس روزنامه ایران بگیری بیاری، همه اینا هم اندازه باشه، همه اینا رو بذاری توی پروگرامی، به پروگرامه بگی که حالا اینجوری به چرخون، یا اینکه از وسط باز بشه که آقای خزائی نگه من از آخرش میخونم، خب یکی هم سب که از اول خط بخون. خلاصه حداقل نیم ساعت وقتت گرفته میشه، و این نیم ساعت رو شما که این برنامه رو میبینید باید به خودتون بگید که من مثل چی بگم، آخه بدبختی اینجاست خود منم یه وقتی مثل شماها بودم، میگفتم چرا پول بدیم به این تلویزیونا، مگه ما گفتیم بیان؟ ولی یاد نگرفتیم که چرا تو آمریکا از وقتی که من اومدم اینجا گفت آقا اگه میخوای موسیقی کلاسیک گوش کنی چون طرفدارای زیادی نداره باید شما پولشو بدی، و من این کار کردم. یا میگه اگه میخوان یه کانالی اخبار گوش کنی چون مردم اخبار رو خیلی دوست ندارن، یا ما نمیخوام اخبارها رو به خاطر آگهی قاطی پاتی کنیم، شما باید پول بدید. این کانال های پابلیک تیوی و رادیو یه مقداری تازه دولت هم بهشون کمک میکنه، توی بودجه ها اینا هستن. با همه اینها، با فروختن یه سی دی، با فروختن یه کتاب، با فروختن یه قمقمه آب، یه فلاسک چای، این از شما مای 16 دلار 10 دلار اینا میگیره، و همیشه هم به شما میگه که هر وقت به اصطلاح رفتید وصیت بنویسید و فکر آخرتتون بودید یا فکر مرگ بودید، ما رو هم در نظر بگیرید، بنویسید که مثلا اگه من فوت شدم این خونه برای پسرم، اون برای دخترم، این نمیدونم مثلا 5000 دلارم برای تلویزیون مردم، یا برای تلویزیون پی بی اس، یا برای تلویزیون موسیقی موزیک کلاسیک. ما این کارا رو 57 سال رژیم شاهنشاهی یادمون نداد، 38 سال این رژیم ملاها یادمون نداده، کی باید یادمون بده؟ من باید یاد شما بدم، شما باید یاد من بدی، به همین سادگی. اون روز که من این ویدیوی خوراک بردن تو رستوران رو نشون دادم، میتونم بگم تا شب که اینجا نشسته بودم هی دوستان تلفن زدن آقا قربون دهنت از حال ما گفتی، من کاسبم اینجوری، اون یکی میگه من مکانیکم، میان به من میگن چشه، وقتی بهشون میگم خودشون میرن درست میکنن. میگم بابا همه شما هم دردین، ولی چجوریه که یکی از ماها وقتی من میخوام یه اشتباه کنم، خانم من، پسر من، دختر من به من بگی بابا این کاری که میکنی
خوب نیست. والا 10 بار 20 بار بچه های من به من گفتن این کاری که مثلا کردی بابا we embarrassed. Embarrassed یعنی ما خجالت زده شدیم، بعد عوضش کردیم، یاد گرفتیم. یادم سالها پیش، سال دومی که من بودم تو آمریکا، رفتم یه دوستی رو که توی آلمان داشتم و این دوست توی آلمان نسبتا کمک کرده بود به ما، وسایل کهنه خونهشون، آشپزخونه خونهشون شیرازی بود، داده بودن به ما که ما نخواهیم بریم بخریم، خدا پدر مادرش هم بیاموز. وقتی آمدیم اینجا فهمیدیم اونم فلوریداست، با ماشین رفتیم اونجا. وقتی رفتیم اونجا با بچه ها، خب رفتیم این بازی های بهش میگن فیرگراند و نمیدونم این نمایش هایی که میارن، گاردن پارتی میگفتن تو ایران، اونم انگلیسی چه فرق. خلاصه رفتیم اونجا، اون بچه های دوستمون بچه های منو مسخره میکردن که اینا دیگه چقدر خلن، وای میسن تای صف، چرا تای صف وای میسی، بیا نگاه کن، بیا اونجا سرتو بکن بالا، یعنی دنبال مامانم میگردم، دنبال بابام میگردم، برو تو صف اون جلو. و اینجوری به جای 10 تا بازی در یه شب 30 تا بازی سوار میشی، چون به اندازه 20 تا باید تو صف وایسی. بچه های منم روز اول خیلی خوشحال بودن که این چیزه رو یاد گرفتن و من بهشون گفتم نه 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 نه، ما اصلش از ایران بلند شدیم اومدیم به خاطر همین، به خاطر همین که من که بچه بودم تو صف نونوایی آقای نیاد بگن آ جناب سرهنگ نون شما حاضره، وقتی اون میاد اون یکی آقای فلانی نونت حاضره، خانم فلانی نونت حاضره، هر کسی به نوبه خودش. حالا شما اومدید اینجا تو آمریکا میخواین این کارو بکنید، در هر صورت من فکر میکنم خودمون باید به هم دیگه بگیم. بله، میگه که آقای علی آقای شیرازی، من هم امروز دیدم که ایمیل شما رو یه نفر آمده و نوشته که این ایمیلی از سوی چاکر به دستان رسید که پولی را به فیلیپین حواله کنید، فورا آن را دلیت فرمایید. علی ممنونم، من برات نوشتم که این نمیدونم واقعا چه سیستم افتضاحی شده که یه عده‌ای با به اصطلاح کلاهبرداری از این و اون زندگی خودشون رو میگذرونن و خیلی هم خوشحال هستن، یا شاید فکر میکنن که اینها خیلی میدونن، به این صورته که مثلا از طرف من مینویسن به تمام این 3000 خورده که تو لیست ایمیلم هستن که من سوربی رفتم انگلستان، پاسپورتم گم شده، پولم گم شده، یا پاسپورتم تو هتله، اگه پول هتل رو ندم پاسپورتم به هم نمیدن. اصلا همچین چیزی امکان نداره. شما اگه پولت گم شده باشه و اینها، میری اداره پلیس، پلیس شما رو میبره اون سفارتی که یا سفارت آمریکا یا سفارت ایران، میگن سفارت دولت مطبوع، یعنی نه مطبوع خوشبو، من خوشمزه، مطبوع با ت دو نقطه، یعنی دولتی که شما تابعش هستید. مثلا من اگر رفتم آلمان، رفتم انگلستان، پاسپورتم گم شد، میرم پلیس میگم که پاسپورت من گم شده یا پاسپورت من تو هتل، دیگه هتل ها اینجوری نیست که پاسپورت تو بگیرن تا تسویه حساب، قربونش برم کردیت کارت این کار انجام داده. در صورت اونا میگن که شما کجایی هستی، میگیم آمریکایی هستی، ور میدارن میرن ما رو میبرن سفارت آمریکا، سفارت آمریکا نمیدونم، من فکر کنم مخارج بده برگردی هم پولی ازت نمیگیره. حالا دیگه از فردا هر وقت رفتین مسافرت به خانمت نگی که ببین سوربی گفت که بریم اونجا، میتونیم بریم چیامونو بردن، اینا ما رو مجانی میفرستن. آخه ما اینجوری هستیم دیگه. اون آرایشگره بود گفت دعا میکرده بچه گیرش بیاد، وقتی بچه گیرش میاد مثلا میگه یه هفته موهای مردم رو مجانی کوتاه میکنه، بعد میگه که یه انگلیسی مثلا آمد اونجا موهاش کوتاه کرد، خواست پول بده، گفت نه 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 مهمون من هستید، و گفت چرا، گفت که من بچه گیرم اومده، اونم بهش تبریک گفت و رفت. ولی انگلیسیه فردا یه دسته گل وقتی چیز بود آورد گذاشت پشت مغازش، این مغازه رو که خواست باز کنه دید دسته گل اونجاست. یه نفر دیگه اومد مثلا آلمانی اومد، گفت موهاش کوتاه کرد، وقتی خواست پول بده گفت که نه مهمون من هستید چون من بچه گیرم اومده و اینها، فردا که اومد دید یک قوطی مثلا شیرینی یا شکلات سوئیسی یا هر چیز که هست اونجاست. بعد میگه یه ایرانی آمد بهش گفت که موات کوتاه کرد و اینا، گفت که نه مهمون من هستی، فردا صبح در مغازه رو که اومد باز کنه دید دور تا دور اون بلاک صف کشیدن ایرانی ها، همه هم فوش میدن که این مرد که پدر سوخته چرا دیر اومده، همه اومدن میخوان مجانی ببرن.
خودمون بگیم بهتره که دیگران بگن. این رسمه. توی آمریکا هم سیاها برای خودشون جوک میگن، ردنکا برای خودشون جوک میگن که خیلی بهشون به اصطلاح سنگین تموم نشه. صدای این رو میبندم، با اسکایپ ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو خواهیم بود و دیروز بود با ایشون امتحان کردم، صدا خیلی خوب بود و هیچ اشکالی نداشت. فقط اگر در حین برنامه صدای ایشون پژواک پیدا میکنه یا میپیچه، ایشون باید به جای بلندگوهای معمولی، ببینید من نمیدونم میتونم اینو نشون بدم یا نه، ببینید این بلندگو اینجا من میتونم صداشو ببندم دیگه، هی لازم نیست برم زیر کامپیوتر اونجا صداشو ببندم. این یکی خاموش روشنش میکنه، چراغش هم معلومه خاموش روشن، این یکی صدا رو کم و زیاد میکنه که الان صدا رو بستم. و از اینا اگر داشته باشید، مثلا وقتی آقای یزدان خداوندلو خودشون صحبت میکنن، صدای بلندگو رو میتونن ببندن، میکروفون صدا میاد بلندگو صدا نمیده، مثل من که الان دارم صحبت میکنم صدای اینو میبندم. ولی وقتی من و شما دوتامون بلندگو، من که باید بلندگون باز باشه که صدای شما رو بشنم، میکروفونمون هم باید باز باشه که صدای شما بره برای این دوستان، پس من اینجا کنترلی ندارم. تنها کنترلی که میتونید داشته باشید شما هستید که وقتی صحبت میکنید بلندگوتون رو ببندید، وقتی که به اصطلاح میخواید بشنوید چیزی منتظر من هستید اون موقع باز کنید. چون شما هیچ وقت دیدید توی جایی که درس میدن بغلش یه بلندگو باشه؟ نیست، برای خواننده هست و به خاطر همین گوشی میذارن تو گوششون الان که اون صدا پژواک نشه. دلیلش هم خیلی ساده است، صدای این بلندگو میره تو میکروفون برمیگرده تو بلندگو، میره تو میکروفون برمیگرده تو بلندگو، و اگر من مثلا بگم یک، این میگه یک، یک بار دیگه میره میشه یک 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 یک، بعد آخرش جیغ میزنه یا سوت میزنه. و این اتفاق توی برنامه‌هایی که طرف یا ساوند سیستم خوبی نداره یا اون طرف وارد نیست اتفاق میفته که خواننده میکروفون گرفته دستش داره میره نزدیک اون دستگاه، یه دفعه سوت میزنه، همه تا یه دو روزی فوش خوار مادر به خواننده بیچاره میدن، در صورت که خواننده اصلا بلد نیست و کارش این نیست. خب No senior citizen discount you have had twice as long to get the money. بله، No we do not have Wi-Fi, talk to each other. این تبلیغ، این چیزای قشنگی میخوام بهتون نشون بدم. نوشته start your day with the chocolate. بله، یه رستورانای یا بعضی جاها یه چیزایی مینویسن قشنگه، مثل همون مثلا خانومه که نوشته بابا خوراک نیارید، لیمو نیارید، از ما بخرید و اینا. بعضی هم مثلا این یکی نوشته که نه ما وایفای نداریم که تلفنتون رو تا میان اونجا اینجوری روشن کنید و بشینید اینها با هم دیگه صحبت کنید. اینم یه ماجرا. حالا که تلفن رو روشن کردم یه نگاهش هم بکنم ببینم همه چی اونجوری که من میخوام هست. بله خب دوستان، اگر مایل هستید شما هم برنامه‌های زنده رو فیسبوک داشته باشید یا رو فیسبوک خودتون داشته باشید و وارد نیستید، به جای اینکه سردرد بگیرید 4 روز 5 روز هی چیز کنید، میتونید با $50 $100 حمایت از تلویزیون مردم ما بهتون کمک کنیم براتون این رو ست کنیم. دیروز وقتی داشتم با آقای خزایی کمک میکردم، اولا ایشون هی 2-3 بار کلمه استاد رو استفاده کرد، گفتم من ازت خواهش میکنم به من نگو استاد، اولا شما بزرگتر از منی، من نمیدونستم ایشون 62 سالشه، من 60 سالم. دوما این کلمه استاد ما رو بیچاره کرد که به هر کسی که یه چیزی بهتر بلد بود چون زودتر شروع کرده گفتیم استاد، اون گفت خب پس من استادم، این بیشعوره، این نمیفهمه. خب حالا من دارم دنبال این میگردم که چجوری این چیز رو برای شما بذارم که خبرها پخش بشه، ولی نمیدونم که اگر اینو اینجا بذارم، این تکلیف شماره 9 این گوشه باشه و این بچرخه قابل دیدن هست یا دیگه خیلی کوچولو میشه. دوستان شما نظر بدید، میتونید بخونید یا کوچولو میشه یا به اصطلاح
سردرد میگیری، چون اون روز امتحان کردیم، گذاشتیم اینجا به جای خودمون، دیدیم ماشاءالله خودمون که خیلی دولا چارلا هستیم. بذارید ببینیم پلیر 6 پلیر 6 چی شد کجا رفت؟ افکت وام قاطی کردم گاهی وقتا. بله آها اینجا باید بذارم این. در هر صورت اون پشت که گذاشتیم تصویر چیزی نشد، تصویر خوبی نشد و خودمون جلوش بلاک کرده بودیم، حالا زدیم این چیزا هم خراب کردیم. بفرمایید این درست شد؟ بعضی وقتا نباید وسط برنامه زنده دست به چیزی بزنی، بذاری همون جوری که داره کار میکنه کار کن. خب ماشینایی بود که اگه خاموشش میکردی دیگه روشن نمیشد، مثلا گرم بود، بعد وقتی که خاموشش میکردی میگفتن پیستون چسبونده یا رینگ چسبونده، این رینگش میچسبید بعد دیگه زور چیز نمیشد. این بیچاره ها تو سرزیری پارک میکردن که بعد که رفتن نهار خوردن آمدن ماشینه رو ول کنن، اگه زور باتری نرسید ولش کنن تو سرزیری روشن بشه. ماشین های اوتوماتیک آمریکا که دیگه این مشکل حل شده و شما نمیتونی، اگه اشکال پیدا کردی زنگ میزنی تریپل ای میاد کمکت میکنه. خب همونجوری که گفتم من امروز یک کمی خسته هستم و به چند دلیل، یکی همین کمخوابی دیشب، یکی این نگرانی آینده فلان، ولی یک جای خوشحالی هست که گفتم اگه نگاه کنید چند برنامه گذشته رو، من گفتم خیلی نگرانم که اینجا چون توی آمریکا 100 میلیون اسلحه هست، باورتون میشه دوستان 320 میلیون جمعیت 100 میلیون اسلحه. خود من یه مدت 5 تا داشتم، الان که با شما صحبت میکنم 3 تا دارم و حالا بعضیا یکی دارن. 100 میلیون اسلحه، یه سری هم آدمای عصبانی هستن، منطق ندارن و اینا سابقه اون جنگ رو دارن که مثلا آقا جد من جنرال لی نمیدونم ساوت بود شکست خورد، حالا این که اومد حالا اگه شکست خوردی میام بیرون فلان میکنیم بیسار میکنیم، وضع اقتصادی خوب نبوده، اون از 2008 یه عده خونه هاشون از دست دادن و اینها، خلاصه یعنی جری بودن. اینم ترامپ آماده انفجارشون کرده بود. من خوشحالم که ترامپ شد که اینها کاری نکنن، چون طرفداران هیلری کلینتون اولا عادت کردن، هیلری یه بار دیگه هم باخته و دموکراتن، یه مقداری با سوادترن و فکر نمی‌کنم اصلا هم داشته باشن. در صورت ببینیم حالا این 4 سال این چه کار میکنه، شاید واقعا یک برنامه‌ای داشته باشه، تکس و مالیات کم کنه، ارتش رو کوچیک‌تر کنه. در صورتی که همه چیزایی که گفته، همه اینایی که اومدن صحبت کردن گفتن این امکان نداره، اصلا قدرت چنین کاری رو این نداره، در توان این نیست و به این یک چی میگن right way perfecting نمیدونم. فیسبوک دوست عزیز باید اسمتون باشه، فامیلتون باشه، میشه بله میشه بیزینس هم باشه، ولی نمیدونم، شاید حالا اسم فامیل شما این هست، درست میگم right way perfecting. اوکی. همه چیز ما دیدیم تو این 60 سال عمرمون و گاهی وقتا دیدید میگیم خوش به حال بابامون، اصلا این چیزها رو نداشتن، این مشکلات نداشتن، راحت زندگی کردن 30 سال 40 سال یه جایی به اصطلاح کار کردن تا رفتن. آقای سهیلی عکسی برای من فرستاده، این عکس رو فتوشاپ بدی هم هست، حالا نشون میده که آقای ترامپ به اصطلاح داره دست درازی میکنه به خانم هیلری کلینتون و فکر نمیکنم به قول خود ترامپ ذوق یعنی زنای بالای 40 سال رو اصلا فکر میکنه اینا دیگه تاریخ مصرفشون تموم شده و باطل شدن و دست دیگه گذشت تموم شد، حالا برید ببینیم که چه خواهد کرد. و اما آقای مهدی ذوالفقاری، این دوست خوبمون، بذارید من این نور رو هم اینجا روشن کنم، گاهی وقتی بیاد حالا که داره اون کار میکنه، اینم لوپ. بله سالهای سال توی رادیو تلویزیون ها بود، بعد
به این نتیجه رسید که رادیو تلویزیون یه وقت معینی باید بیای بذاری. منم اگه میدونستم بهتون گفتم بارها، شاید منم هیچ وقت نمیمدم تو کار رادیو تلویزیون. این اون موقع شور و ذوق حسینی ما رو برداشته بود، اومدیم و حالا هم دیگه یه جورایی دیگه توش موندیم. همینجوری میگیم خب حالا باشه ببینیم فردا چی میشه، ببینیم پس فردا چی میشه. در رابطه با ببینیم فردا چی میشه، ببینیم پس فردا چی میشه، دوستان من ازتون خواهش میکنم اگر تلویزیون مردم رو حمایت نکردید تا حالا حتما حمایت کنید، اگه حمایت کردید بازم حمایت کنید. و دوستمون نوشته این خودش اسم و فامیله. من متشکرم، راست هم میگه، هر چیزی رو شما میتونی شروع کنی اسم و فامیل باشه. بله، در صورت دوستانی هم اگر لطف میکنن میان یه بار دو بار سه بار چهار بار حمایت میکنن، اگر این کار رو ادامه بدن، حتی اگه یه مبلغ کمتری بدن ولی ماهیانه باشه که ما بتونیم رو حمایتشون حساب کنیم، واقعا ممنون میشیم. خب بیایم اینجا ببینیم که آقای مهدی ذوالفقاری اخبار برگزیده رو چی نوشته. 19 آبان همین امروز نوشتن دونالد ترامپ برای سخنرانی پیروزی آماده می شود. زنده نتیجه شمارش آرای الکترال در انتخابات آمریکا، ترامپ 200. خب این هم یه اشکالیه. الان این خبری که برای من امروز زور شما فرستادی، این دیگه کهنه شده، این مال به اصطلاح دیشب بود. و پس میشه بگی هنوز هم برنامه‌های زنده تلویزیونی میتونه جای خودشو داشته باشه. کنایه توییتری حسن روحانی به رئیس قوه قضایی. اولا یکی به آقای روحانی بگه توییتر تو ایران آزاده یا آزاد نیست؟ اگه آزاد نیست شما چرا ازش استفاده میکنید؟ اگه آزاده این محدودیت‌های و اینها رو بردارید، مردم هم بتونن استفاده کنن، که یک احمقی مثل اون طرف نیاد بگه آقا فقط تو ایران تلگرام هست، شما بیا رو تلگرام. آقا من میخواستم بیام تو ایران، تو ایران میموندم. من 32 سال پیش از اونجا ول کردم، شغل و خونه و پول و درآمد، اومدم اینجا که هیچ کسی حتی دولت مردا نتونن به من زور بگن. و توی احمق میخوای تو کشور آمریکا از اردبیل به من چیز کنی، زور بگی؟ خب اینم از این. انتقال مهدی رجبیان زندانی در اعتصاب قضا به بیمارستان، تهدید امضا کنندگان نامه حمایتی. من نظر خودم رو درباره زندانیایی که اعتصاب قضا میکنن گفتم اینها یا دانسته یا ندانسته دارن کمک میکنن به اون کسی که گرفتتشون، حالا رژیم آخونده، رژیم کمونیستی، رژیم هر کی هست، چون اونا میخوان که شما ضعیف باشی. توی فیلم ها میبینیم طرف یواشکی مخفیانه ورزش میکنه که قوی باشه، که روز موعود بتونه از قدرتش استفاده کنه. اینا میرن اعتصاب قضا میکنن. خب اعتصاب قضا میکنی، بعدش هم زخم معده میگیری، بعدش هم میمیری، میشه برادر اسانه. برادرت هم بلند میشه میاد آمریکا، بزرگترین کاری که میکنه میره توی تلویزیون برنامه میذاره میشینه اونجا. نمیدونم اگه کسی عقیدش با من فرق میکنه بیاد بگه در رابطه با این، بگه بله خوبه آخوند، اگه شما زندانی باشی، زندانی که به تجاوز میکنه، میکشت، فلان شلاقت میزنه، ولی تا اعتصاب قضا کردی صلیب سرخ میاد نجاتت میده. نمیدونم، شاید من اشتباه کنم. تقاضای بیت آیت الله منتظری از عیسی سحرخیز برای پایان دادن به اعتصاب قضا. خب بیت آیت الله منتظری هم مثل که با من هم عقیده است. اوپس چی شد؟ ببخش اینجا ما میام اینجا. بله، توران میرهادی مادر آموزش پرورش مدرن ایران درگذشت. امیر رستاق روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر. این رستاق اگه اشتباه نکنم اسم یک کوهی بود تو منطقه فارس، و ما یه فامیل داشتیم، شرکت ساختمانی داشتن، اونم اسمش شرکتش و اینها رو گذاشته بود رستاق. بله، بی بی سی گفت توران میرهادی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و مؤلف و سرورستان و مؤلف و
سوپر استار، من نمیدونم این چیه، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان امروز 18 آبان در سن 89 سالگی به علت عارضه مغزی درگذشت، روانش شاد و یادش گرامی با. و اما اینم از چپ به راست، محمود کیانوش، لیلا آهنی، توران میرهادی. از چپ به راست، از چپ به راست، لیلا آهنی، اینا که عکس ها آقا هستن، نمیدونم والا، شاید این بالا درست نمیدونم، شاید چپ و راست شما هم آقای مهدی ذوالفقاری به قول این دوستمون آقای خزایی قاطی پاتی شده. بله، حالا دیگه خب توی خبرهای مهم 4 صفحه و 5 صفحه رو به یک نفر نباید اختصاص بدن. البته من کار روزنامه نگاری نکردم، بلد نیستم. افت بازارهای آسیا همزمان با تقویت چشمنداز پیروزی ترامپ. و واقعا بله، هم دلار رفت پایین، هم بازارها اومد پایین، ولی بازارها دوباره برمیگرده سر جاش، نگران نباشید. جمهوری خواهان آمریکا اکثریت را در مجلس نمایندگان حفظ میکنند. بله، الان همه چیز میفته دست جمهوری خواهان. تأکید خاتمی به ضرورت پایان حصر، جریانی وجود دارد که بنایش بر حصر بوده و الان عصبی است. و اما امیر ارجمند گفته روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی باید پاسخگوی حصر باشد. اینم از این چطور شد؟ بله، درگیری لفظی اعضای شورای شهر تهران بر سر پرونده املاک نجومی. نعمت احمدی گفت وقتی دادستان کل تخلف شهرداری را تایید کرده باید از یاشار سلطانی تقدیر شود. دادستان تهران افشاگر پرونده شهرداری را به همراهی با جریان سیاسی خاص متهم کرد. و خود من یه نفر سراغ دارم که رفته از یه سازمانی به اصطلاح گزارش داده که آقا این سازمان، خانم این سازمان، دولت این سازمان دروغ میگه، پولای مردم میگیره اینجوری اونجوری. اون سازمان چون پول مفت داشته رفته شکایت کرده و اون بنده خدا رو گیر انداخته و امیدواریم که به اصطلاح ماجرا به خیر بگذره و ایشون دردسری براش پیش نیاد. و اما آقای علی عزیزم برای ما فرستاده که ترامپس چالنج solving the middle east many problems، میگه که یکی از چالش های ترامپ اینه که باید این معمای میدل ایست یا این مشکل میدل ایست رو حل کنه. من برای علی آقا نوشتم، علی آقا خدا نتونسته، جیزس یا همون عیسی مسیح نتونسته، حالا این ترامپ احمق، جیزس 30 سالش بود، این ترامپ 70 سالشه، این دیگه دو روز دیگه هم حالا شروع میشه مریضی و اینها، تازه معلوم میشه که به اصطلاح چه وضعی داره. یه دوستی برای من یه ایمیلی فرستاده که توی این ایمیل یک دوربین مخفی که نه، این روزا شما میتونی این تلفن رو بذاری اینجا وقتی مهمونت میاد ازش فیلم برداری کنی بدونی که اون بدونه، از پشت یه توری چیزی که اصلا دوربینش هم معلوم نباشه. به نظرم میاد که چیز تلفن هست. و دوستان یاد بگیرید وقتی تلفنتون اینجوری فیلم میگیرید، عکس یا فیلمی که میفته مثل این میشه، دو طرفش سیاه میشه. در صورتی که اگر دوربینتون رو اینجا، بعضیا میگن ساید وی، بعضیا میگن هوریزنتال افقی، اگر اینجوری بگیرید عکسی که میگیرید، الان یه لحظه نگاه کنید دوربینتون، ببرید جلو کامپیوترتون بگیرید، اینو دوربین همجور بیارید نزدیک خودتون تو کامپیوتر بپوشونه، هیچ جاش روشن نیست، همه جا رو میپوشونه، صفحه تلویزیون، صفحه کامپیوتر، همه از اینوری پهنه، یه دفعه آیفون اومده از اینوری عکس میگیره. ای کاش این به اصطلاح چیزا رو خاموش کنن که مردم درست بگیرن. درسته من ویدیو رو دیدم، نشون میده یک بنده خدای کلفتی خدمتکاری خوابیده، اون حاج آقا تو کشور عرب میره اونجا و به اصطلاح مزاحمش میشه، بعدم راهشو میکشه میره. خب حالا شما فکر کن چه اتفاقی میفته؟
شما واقعا فکر کن چه اتفاق میفته. این تا دیروز این حاج آقای مخفیانه به خدمتکاراش تجاوز میکرد، اگر فردا این به دولت برسه و ببرنش توی فلان اینا دیگه علنی، او هم تو کشور عربی که میتونه چند تا زن بگیره، کنیز داشته باشه، خدمتکار داشته باشه. فقط این بدبخت زنه به اصطلاح بیکار میشه، بدنام میشه و اون حاج آقای دنبال کار و زندگیش. اینم از این ماجرا. و نمیدونم اصلا صلاح هست که تو تلویزیون نشون بدیم یا نه. و اما یک ویدیویی رو یه دوستی برای من فرستاده، آرمان، و این گویا یک ویدیویی هست برنامه های آقای شهرام همایون، و میدونید که شهرام همایون خودش یه مدت پروبال داد به این آقای نوریزاده، برنامه میداد، دعوتشون میکرد، ولی توی این برنامه که مال دیروز بوده، آخرین لحظه با شهرام همایون سه‌شنبه 18 آبان، گفته که آقای نوریزاده شما بیا به ما بگو که تلویزیون ایران فردا اگر از عربا پول نمیگیره از کجا پول میگیره. آقای شهرام همایون، خود شما، خود من، صد جا برامون شایعه هست که ما از یه جای پول میگیریم. حالا اگه بگیریم واقعا میایم به دیگران بگیم که کجاست که اونا برن بگیرن؟ آخه این چه حرفیه؟ بعد این همین نوریزاده است که دوست شما بوده دیگه، سالهای سال دوست بودید با هم دیگه، سر یه سفره می نشستید. نمیدونم. و اما اخبار 18 آبان، برنامه آقای چیز تا 4-5 دقیقه دیگه شروع میشه، یزدان خداوند رو. بله، فقط برای که بهتون بگم چه چیزایی توی اینترنت میان و مینویسن و اینها، این یه نمونه کافیه. میدونید که یه روز میان میگن شما نمیدونم فلان خوراک رو نخورید براتون ضرر داره، یه روز میان بهتون میگن این خوراک رو بخورید براتون به اصطلاح سود داره، و چپ و راست هم این ور اون ور آزمایش میکنن، همشون هم میگن که طبق آزمایش هایی که کردیم در آزمایشگاه، حالا نمیگن کجا رو چند نفر، اصلا این آزمایشگاه و تحقیقات جنبه به اصطلاح پزشکی داره یا نه، اینجا یه باسنی رو نشون میده که یه گازی ازش اومده بیرون. بعد نوشته که according to a new British study، میگه با توجه به مطالعات جدیدی که در انگلستان انجام شده، پسینگ گس یعنی همین ببخشید گوزیدن و باد در کردن، می هلپ، ممکنه به شما کمک کنه که عمرتون طولانی بشه. بعد نوشته که باور کنید این سورپرایز تویست، اسمیلینگ گس می پریونت دیمنشیا. میگه حالا اگر شما اون را هم بو کنید ممکنه دیمنشیا یا همون فراموشی، دیمنشیا با آلزایمر فرق میکنه. دوست دارم یه نفر که وارده بیاد توضیح بده، احتمالاً اگر همین آقای یزدان خداوند رو، دیمنشیا چیه، بعضیا دیمنشیا میگن، یا آلزایمر چیه. در هر صورت نمیدونم همچین کاری رو حالا شما میخواین آزمایش کنید و امتحان کنید، من خیلی چیزایی که اینا رو میگم فقط ازش میگذرم میرم و امتحان نمیکنم. خب اجازه بدید من یکی دو تا خبر دیگه یا نوشته دیگرم براتون بخونم و بریم تا منتظر آقای یزدان خداونده رو باشیم. و اما آقای آریان پور برای آقای لطفعلیان نوشتن که دوست گرامی آقای لطفعلیان، کشورمان در این 38 سال گذشته به چه گرفتاری‌های مبتلا بوده و نبوده و ما دلمان را به چه چیزهای خوش کرده ایم. گویا آقای لطفعلیان که نویسنده هستن آمدن از خبرگزاری مهر نوشته ای رو نقل قول کردن. اینجا نوشتن نامه دختر رضا شاه به امام خمینی. میدونید که وقتی انقلاب شد یه خانمی از یه جای دیگه گفت که من دختر رضا شاه هستم ولی پول داده منو یه جای نگه داشتن. اینها اینم هست، اگه میخواین بگید تا براتون ارسال کنم. اجازه بدید من هم فیسبوک و هم این برنامه خودمون رو یک دقیقه خاموش کنم و روشن کنم. دوستانی که ما را از تلویزیون مردم تیوی میبینید، وقتی ما این کار انجام میدیم شما دوباره باید صفحتون رو ریفرش کنید.
همون جوری که تو فیسبوک وقتی میاین دوباره اون جدید رو بالا میبینید و باید روش کلیک کنید، یک کلیک ریفرش باید یاد بگیرید. این هم از این ریفرش هم میخوام بهتون نشون بدم. والا دیگه ما اینجا مونده لقمه رو بجوییم یا بجوییم به قول شیرازی ها، بذاریم تو دهن شما. بفرما ببینید، شما هر صفحه هر جا که میری این بالاش بر اساس اون کامپیوترت و سافت‌ورای به اصطلاح براوزرهای مختلفی که استفاده میکنی، حالا چه فایرفاکس چه اینترنت اکسپلورر چه کروم، یه جاییش شما میبینی یه چیزی مثل این هست. نگاه کنید، من الان اینو که کلیک میکنم ببینید اینجا یه چیزی مثل عقربه ساعت، یه پیکانی داره میچرخه در جهت به اصطلاح مثل عقربه ساعت. اینو کلیک که میکنیم ریفرش، ببینید صفحه جدید میشه. تازه حالا بازم که میایم تا میارینش رو این، تا موقعی که ضربه داره نه، ولی تا تو دایره میشه میاری روش، خودش مینویسه یا ریلود یا مینویسه ریفرش. یک کمی ماوستون رو اینور اونور تکون بدید، نترسید. من نوام اینجا بود دیروز و وقتی آوردمش اینجا این ماوس گرفته بود اینور اونور میزد، گفتم نگاه کنید بچه‌ها از همین الان با وجودی که اصلا نمیفهمه ولی هیچ ترسی نداره. البته ناگفته نماند، خود من خیلی وقتا میترسم ای وای این کارو نکنم حالا دیگه خراب بشه کامپیوترم اینها، اینم ما به شما واگذار میکنیم. منتظر آقای حسن خزایی بودیم که امروز اخبار بفرسته، که گفتم لابد ناراحت برای برنامه چیز. بذارید بریم و بیایم با آقای یزدان خداوندلو خواهیم